سکوتی وحشت ناک صنعت گیم را فرا گرفته بود. این سکوت بر حدی بر همگان چیره شده بود که حتی از سگ نیز صدا در نمی آمد که ناک ام ببخشید من ای یکی خفه شو داشتم می گفتم این سکوت و بازی های کرسی شعری که گیمرها را محاصره کرده بودند بعضی ها را به حدی واداشت که خواستند دکمه یک گیمر بودند را بزنند. ولی همین زمان بود که روزنه ای از نور در دل تاریکی صنعت گیم دیده شد. نوری که کم کم پدر تاریکی را بلعید و همه جا را روشن کرد. بله این همان زمانی بود که بازی آمد که خیلی ها به آن لقب بهترین بازی تاریخ را دادند. این بازی چیزی نیست جز Elden Ring حلقه های بزرگ. همونطور که میدونین بازی Elden Ring ساخته برادری چینی ژاپنی کره‌ای هیدتاکا میازاکی است. کلن مثل این که خاندانی میازاکی جز شاهکار بلد نیستن درست کنن. دستشون هم تا آرنز تو آرت هست. قبل از این بازی داداشمون کلی سری دارک سولزا بلاد بورنا سکیرو و کلن هرچی بازی سخت عذاب آور بود ساختی. البته منظورم سکیرو سایه ها دوبار میمیرند است و بیشور به اون فکر نکن. چشم بازی های این بند خدا دو مدل است. یا عاشقش میشی یا ازش متنفر میشی. میگی ای این CTS گرافیک که نداره یارو هم میزنه مثل سگ کف زمین پهنمون میکنه من نمیخوام این بازی را. اما اگه عاشقش بشی یا آن نخوای بازی ها رها کنی یا بری بچسبی به زندگی دهنت سرویسز. البته اگه با سری دارک سولزا بلاد بورنا سکیرو و اینا آشنایی دارین دا قبلا بدون فروش شده است نگران نباشی. اما خب اگه تجربه ای ندارین حسابی باید صبور باشین و آماده باشین که هزار بار و از حد زهد بدون فروشه تا بالاخره یاد بگیرین. ولی خب عوضش وقتی یاد میگیرین دا اصیب شما اسم شرکت سازنده بازی رو ببین قشنگ مشخص طرف یه چیز گذاشته که شما خوشگل فشار بخوری. آخه از یه جای نرم اردینه پوفیوز تو در بهترین حالت از یه جای سخت دراز سیاه اومدی. بازی دقیقاً مثل بازی‌های قبلی بقول خودشون از یه جای نرم شروع میشه جوری سفت اندرونت فرو میره که به خودت میره فقط فشار میخوری. هی این بره میبینی فشار میخوری، اون بره میبینی فشار میخوری، کلن فشار میخوری، اینقدر فشار میخوری میبینی دیگه سگ دوروبرت نیست، تو یه جا نشستی هی داری فشار میخوری. حالا شما هی بشین هی بگو نه من Elden Ring بازی میکنم، من باس بکشم، نه محمد من فشار نمیخورم، من که من تو Elden خوب بازی بیاد این دابل بیلخی تقدیمت. این بازی توی ساخت محیط بسیار عالی عمل کرده و محیطش هم خور مادر گرافیکه، یعنی محیط جوریه که قشنگ حس یه دنیاییه که دیگر آخرهایش از و کم کم داره به فنای ابدی میره و نابود میشه و اینا. و به گفته یه سری از منتقدا طراحی محیط این بازی بهترین طراحی تاریخ بازی‌های ویدیویی، یعنی حتی از بازی بسیار کلوفت Legend of Zelda Breath of the Wild هم بهتره. تازه اون بازی خودش خیلی خفن بود، یعنی منظورم از خیلی خفن اینه که خیلی ها، یعنی خیلی خیلی تو طراحی خفن بود. حالا ببینید این دیگه چیه، این دیگه از اون کلوفتره، این اگه اونه این اگه اون قاطی کردم. خیلی این بازی طراحیش خوبه در کل. اوه این مپ بازی اینقدر گنده است که اصلا برگای من و کل آموزش و پرورش با هم ریخته. عجیب ترین چیزا رو شما میتونید برید تو مپ این بازی پیدا کنید. برید تایم اپ یا عروس دریایی میبینید، دوز دریایی میبینید، خر دریایی میبینید، سگ دریایی میبینید. اصلا گنده بودن این بازی برای خودش یه وضعیه. البته خیلی قبل اینکه این بازی بیاد میگفتن اه تموم شد دیگه رید، مگر این پیور بازی ها رو باید اوپن ورلد کنن، کسی اینو اوپن ورلد کنه میرینه توش، که اون دوستان عزیزمون کلا زهر زدن خیلی هم خوب درست کردن و اوپن ورلد ساختن این خیلی روش نشسته و بازی شاهکار کرده. انقدر مرحله های فرعی، باس های فرعی، کلا فرعی همه چی داره، یعنی همه چیزای فرعی که بگی Elden Ring داره. بعد مثلا این فرعی ها رو که میری برمیگردی میبینی که نزدیک 30 ساعت بازی کردی ولی هنوز چیزی از داستان جلو نبردی، فقط فرعی ها رو رفتی. یعنی خدا، البته اگه میخواید خفن و گولاخ بشید بزنید زارت همه رو از وسط قاچ کنید، یعنی نخونید و نبینید و نشنوید، ولی خب محلای فرعی نرید دیگه. به تو چه؟ نبرید، شوخی کردم. خب میخوام برادون از گیم پلی بازی بگم به تای گلم. ببینید بعضی وقتا با شولک از مناظری طبیعی لذت بود، مثلا تو بازی Red Dead آروم میشینی رو اسب طبیعتا میبینی کیف میکنی، آروم برا خودت کمپ میزنی، خلاصه به قوره خارجی قرض یا تیل میکنی.
اما خوب تو بازی الدرینگ باید تا میتونی سیف بگیری، انقدر سیف بگیری که هیچی بهت وارد نشه و ازت خارج نشه. تازه اسم هم داری؟ سوت میزنی یه شطور مرغی اسم نمای احمق زیرت ظاهر میشه، اما این ذره دد نیست از این کچکواری های راه حتی اینا باشه دا اسبا به همی داری به خیالت میری سراغی چیزایی جدید هم مناظری طبیعی یه همی رسی به سرزمینی قولا لهت میکنن اینی مگز کفیزه می پهمیشی اینجوری از خلاصه همه ای بازی این بنده خدا اینجوری است. کلا با بازی صفر بگیری فشار بخوری بیمیری انقدر بیمیری تا تک تک حرکاتی هر خری حفظی ها بتونی جونی سالم به در ببری اینجوری است گیم پلی. برو گیمر اینجا کیه؟ من نه کلاف نه باتلفیلد نه فورت نه پاباجی نصف داکسو سخت نیستن بازی که من توش پرو هستم اما زیر الدر زایدم بعد شما ها تو الدر واسه من کوری میخونید و فکر میکنید پروید؟ حال میرسیم به بخش داستان سرایی شاهکاری از جورج آر آر مارتین برای کسانی که این برادرمان را نمیشناسند من تنها میتوانم در یک کلمه او را معرفی کنم نویسنده بازی تاج و تخت نویسنده احمقی که بیشتر یک کلمه بود داستان پردازی قوی حلقه های بزرگ سبب میشود که بخاری و به دنبال پایان این داستان بروی شما در حدی میخورید که خارخار میشوید و میمیرید بله دوستان این بازی مثل باقی بازی های از یک جای نرم به شدت از جای سختی آمده و داستان به شدت عجیبی در پشت خود پنهان کرده است که شما باید بگردید و آن را بفهمید و از آن جایی که داستانش خیلی سخته ما هم گشتیم خوندیم در نهایت هم نفهمیدیم بعدش هم فهمیدیم که نفهمیدیم و فهمیدیم که چجوری باید به بقیه بگیم چی نفهمیدیم اومدیم بعدش ویدیو داریم درست می‌کنیم به هر حال خودتون ان شاءالله بازی می‌کنید و بازم هیچی نمی‌فهمید در نهایت هم مثل ما فشاری میشین بلا میشین میرین هزار خط مقاله میخونین بازم نمیفهمید ایموشنال ده یه لحظه فشار نخوری یه خلاصه ریزی از داستان میگم داستانی بازی از جای شروع میشه که یک ملکه بسیار موجه ها پاک دامنی سرزمینی لندز میتوین که اسمش کوین ماریه دوما گور میشه این وسط حلقهی که این ملکه داشته یا همون الدر رینگ خودمون توسطی به تاش که خدازاده بودن به تن تیکه تقسیم میشد و به هر کدوم یه تیکه میرسه که این حلقه به همهشون قدرتی ماورایی میدادن همهشون عینی حال ایرانی قوی میشن ولی مثل تمام فیلم‌ها و سریال‌ها قدرت این تیکه‌های حلقه باعث میشد اونا به موجوداتی شرور و پلید و تخمی فیسی تبدیل بشن و خلاصه بعدی کلی جنگ و خونریزی فرزندانی ملکه کلی سرزمینا به تخ میدند و هر کدوم میشن لردی یه شاهی یه منطقه‌ای هدفی ما هم تو بازی این است که بریم همه این لردا رو عین سگ بکشیم بعدش هم تیکه‌های حلقه رو از لردا بگیریم و به الدرولد به الدر لورد یا همون پادشاهی پیر تبدیل بشه آقا راستی در از همین حالای نوری که بهتون گفتیم سمت مراحل اصلیه به شما نشون میده و در واقع میگه که این لوردای بی‌تربیت و مادر خراب جاشون اینجاست و باید بیاین اینجا بیاین حمله کنین البته قبل اینکه بخواییم به اونا حمله کنین باید کلی لول آپ کنین خودتون رو مسلح کنین تا تعریف این لوردای ظالم و چندش بشین مگر نه فقط باسن شما رو حمله بکنن آه راستی اشتب یادم میرفت برای کشتن این لوردا اصلا ترتیب خاصی وجود نداره و هر کدوم که دلتون خواست و عشقتون کشید میتونین بریم پیچش تا پارتون کنه یکی اینجا چوسیده سپونه هم تخم مرغ آب پس خورده من تخم مرغ آب پس نخوردم من خود تخم مرغ آب پسم پس چرا بوی چوس میدی؟ ادای آیزنبرگو در میاری؟ تو حتی تخم مرغ اونم نیستی اما در مورد طراحی مرایی این قلمولای بازی بهتون بگم اصلا پیزوری میزوری نیستم خیلی هم کلاف ولفتم وقتی میبینشون میرینی به خود اصلا تو چش و چهار قوله این که به مولا با دندون من دونم جرد میدم هست البته مشتی اون اصلیاش یه چیز دیگه است قلمولای اصلی بازی اصلا سمت ممتشون هم بری میخورنت ریقو مثل اینکه توی الدن رینگ دشمنایی که توی شب و روز تو جای مختلف مپ باهاشون چش تو چش میشید با هم متفاوتن یعنی مثلا شما اگه شب بری با یه قورباغه ترکیب شده با
عموجانی که داره میگه بجنگی، باور کنید صبح همون شبی که دیشبش با قورباغه ترکیب شده با عموجانی که صدای دکتر حساب درمی آورد مبارزه کردی، لیدی دیمیتریسکو میاد. بعد با لیدی دیمیتریسکو مثلا مبارزه کنی، اینجوری باستاش متفاوته. شما موزیک باحال میخوای؟ yes! شاهکار میخوای؟ yes! میخوای لذت ببری؟ yes! میخوای برای هر باس فایت، هر محیط، هر جا، هر مکان، هر yes! شخص، هر شکل، هر ابعاد yes! یه موزیکی بشنوی؟ no! سانترک های الدرینگ برای همین ساخته شده، برای همینه که این بازی جزو بهترین بازی های تاریخه، چون تویی که بازیش میکنی میری توش و در نهایت به آرامش درونی میرسی. اصلا نورپردازیش هم خیلی خوبه. مشکل افت فریم؟ مگه افت فریم تو بازی این شرکت اصلا مگه مشکل حساب میشه؟ نه آقا، اینا از اینا کرم خود اینا مریضن. اینا کرم خودشونه. اینا نخون بازی میسازن خودشو آزار دادن. بازی میسازن میگه خب ما بازی ساختیم، مپ بازی که پارتون میکنه، 1500 تا باس فایت پوفیوز مادقفه گذاشتیم که اونام پارتون میکنن، پول که به اندازه کافی بهتون نمی دیم که پارشین، قدرتتون هم کم میکنیم که نصف شین. چیکار کنیم حالا؟ مثلا یه مشکل فنی هم بذاریم تو بازی که علاوه بر اینا پکیج پاره شدنتون تکمیل شه که دیگه پاره پارشین. در کل شما یه وقت فکر نکنید افت فریم اینا مشکل بازی نیست. نه، اینا کرم خود اینا آسکاریس دارن، اینا کار خودشونه، همش کار خودن، همش تاسیس های آمریکا، همه بی شرف ادرزی. نداریم چون همینجوری ویدیو زیاد شده و تو نامسابه درباره الدرینگ چی بگم؟ من جورج آر آر مارتین رو دوست دارم، همین اموگوس قربونتون شو بخیر.